سلام سلام امیدوارم حالتون خوب باشه با اولین گزارش هفتگی که میخوایم براتون شروع کنیم ارائه کردن دارم کار رو شروع میکنم و امیدوارم که این تمرین هایی که قرار انجام بدید هر هفته و با این سیستم که داریم جلو میریم هر روز کارتون بهتر از دیروز بشه چون یه کاریه که به شدت تخصصیه یه کاریه که نیاز داره که شما حتما یه سری موارد رعایت را بکنید چند نظر سایکولوژی چند نظر تکنیکال که تکنیکالشون من به نظرم عملا رفت شده است یعنی چیزی بیشتر از این نیاز ندارید مثلا یکی از سوالایی که خیلی بچه ها میپرسن میگم میگن ما الان اینا رو ببینیم حله میگم دقیقا حله ولی توی لحظه معامله یه داستان مقدار فرق میکنه اونم از نظر سایکولوژیه که من در مورد سایکولوژی تو ویدیو سایکولوژی داره صحبت کردم مثلا یه ذره که خیلی بیشتر از ذره صحبت کردم اونا رو باید خیلی تسلط پیدا بکنید مثلا رو بحث و ترس این دوتا خیلی ممکنه شما رو اذیت بکنه و باید خیلی روش کار بکنید و قبل اینکه حالا بریم شروع بکنیم من چند تا پیش زمینه بگم دمده حالا اتفاقاتی که افتاد کلا یکی دمده اکسل مدیر سرمایه که خیلی سوال میکنن اکسل کجاست ببین من تو اون لینکی که براتون میفرستم اولین چیزه اولین لینک نوشته برنامه مدیریت سرمایه همون اکسل است که ما تبدیلش کردیم به برنامه و دیگه شما اکسل نیاز نداره یه نرم افزار اجرا میکنی و لذت میبری ازش در مورد سوال و جواب ها ببینید یکی دمد بروکر ها ببینید من دمد بروکر اصلا خوام دخالتی بکنم هیچ وقت اصلا به تو حوزه مسئولیت من نیست هر کسی هر جای دوست داره باید کار بکنه به هیچ عنوان تو بحث بروکر من دخالتی ندارم چه بروکرای ایرانی حالا اسم نبریم چه بروکرای خارجی هر جایی که تحقیق کرده دیدید به نفعتونه به دردتون میخوره باش کار بکنید واسه همین این نکته رو گفتم که من تو حوزه بروکر نه سوالی میتونم جواب بدم نه رفعش اشکالی تو مثلا نرم افزار قطع میشه من واقعا نمیتونم تو این حوزه دخالتی بکنم چون به اونها مربوط میشه مثلا دسترسی به چیزی ندارم که بخوام کمکتون بکنم و در مورد اندیکاتور پی ولیو این اندیکاتوری که این بالا میاد خیلی مثلا سوال میکنن آقا الان توی کارگزاری من مثلا چرا اینجوری عددش خب ببینید من با اون کارگزاری خودم میسنجیدم اون پیپ ولیو رو میگفتم مثلا 10 دلار به ازای هر لات معامله است و اصلا هیچ اضافه بود الان الان که دارم به این نقطه رسیدم یه معامله اضافه است نیازی نیست شما بیای ام پی ولیو حساب بکنی شما یه دونه معامله دمو روی شاخص بزنی در میاد دیگه 10 دلار به ازای هر لات معامله اصلا چیز خیلی پیچیده ای نیست و شما روی 20 شاخص همزمان نمیخوای کار بکنید طبق اون پلنی که ما داشتیم با هم که باید چیکار بکنید و در مورد ها یه چیزی هم در مورد اشتباه استراتژی که من تو ویدیوها کردم اینکه هی گفتم بچا تمرین بفرستید تمرین بفرستید خب اون موقع من فکر میکردم اون مسیر درسته ولی چهار ماه با اون سب گرفتیم جلو دیدیم اصلا به درد نمیخوره یعنی اصلا همین ویدیو که دارید شما می‌بینید داستان همون ویدیو تمرین ها و چیز هاست که اتفاقا پیش اومد من یه سری چیزای عجیب غریب برام میفرستادن گفتن این تمرینه در که تمرین نبود بهترین راه این بود که من بیام حالا یک شبو برای این کار وقت بذارم بیام برای شما یه سری چیزای آماده بکنم که شما برید اینو مثل یه گام به گامی که دو دوران دبیرستان میذاشیم کنار دستمون ما یه سری تمرین ها حل میکردیم بعد میافتیم با گام به گام میسنجیدیم بعد خودمون رو بهتر میکنیم هر اینم دقیقاً مثل همونه شما میای اینجا میسنجی کاری که خودت کردی و با این دیگه نیازی به تمرین های اضافه اصلا نیست و نکته بعدی که من واقعا بچه خیلی دوست دارم من چندی بارم بهتون گفتم خیلی دوست دارم بیشتر از این وقت بذارم ولی خب ببینید من دو شنبه ها تو جمعه واقعا درگیرم یه بار روانی شدید رو منه برای معامله کار ساده ای نیست بچه ها. اونم در این حجمی که من دارم انجام میدم یعنی من با یه اکانت کوچیک که استاندارد دارم معامله انجام نمیدم که بار روانی کمی داشته باشه یعنی چون سطح روانی بشه داد منم نمیتونم مثلا یه اسمس و یه پرمی برای من میاد تمرکز من کامل میریزه به هم واسه همین بهتره که دیگه این روال پیش نره و این ویدیو هم برای همین ساخته شده که اون روال انجام نشه دیگه میگم من واقعا دوست دارم این اتفاق بیفته من خیلی با شما در ارتباط باشم ولی واقعا نمیرسم به عنوان یک نفر انسان نمیرسم و اصلا نمیخوام ادمین بذارم بالای کار خیلی برای من واقعا کار ساده یکی که یه دونه ادمین بذارم صبح تا شب جواب بده صبح تا شب حقوقی هم نمیگه. که حالا مثلا ما 4 5 میدم و کارو انجام میده ولی واقعا که چی من باید اگه جواب بده میشه من باید جواب بدم به نظرم یه ادمین نمیتونه اون رو انجام بده پس جواب ندیم بهتر از اینه که یه ادمین جواب بدهد چون ممکنه یه سری اشتباهاتی به شما انتقال بده که درست نیست و این گزارش هفتگی داره جای همه اونا رو پر میکنه و واسه همین گفتم که اگر من سوالی دیگه نمیتونم جواب بدم مثلا مستقیما چون تعداد بچا زیاده من فقط یک شنبه وقت دارم چون من شاید آموزش رو بذارم کنار برای معامله گری ولی هیچ وقت معامله گری برای آموزش نمیذارم کنار چون عشق اوله من خودم شما دیدید معامله گری به راقتی میتونم این کارو بکنم ولی اصلا هیچ وقت معامله گری رو نمیذارم کنار به خاطر آموزش و حالا اینا رو یه ذره روزه خوندم براتون اول کار که یه سری چیزا رو با هم چون خیلی وقت بود صحبت نکرده بودیم بعد از آذر ماه دیگه ما اینجوری مستقیما با هم صحبت نکرده بودیم خب بریم سر چارتمون الان 6 اپریله و شاخص دا جنزه. یه سری تحلیل من انجام دادم براتون حالا روی چارت روی چهار روز گذشته چون این هفته پنج روز بود 4 روز بود روز آخر تعطیل بود روز جمعه خب شروع کار با باز شدن بازاره که طبق معمول معمولا مخصوصا تو این بازاری که خیلی به شدت نوسانی با گپ باز میشه این گپی که حالا تقریبا به که کندر رفته بالا برای اینکه بفهمیم الان توی چه وضعیتی هستی بچا من, گفتم شما اینجا نمیتونی بفهمید توی چه وضعیتی هستی این یعنی چی اصلا من بیام اینجا بگم به به این چه کندل پرقدرتیه باش بای بزنم نه این شکلی نیست شما بیایید کانتکست رو نگاه کنی کانتکست یعنی چی؟ یعنی اتفاقاتی که قبل از اون افتاده مثل این اسپایک محدوده کانال و تریدینگ رنجی که روز قبل آخر از این اتفاق افتاده این کانتکس این اتفاقه یعنی اون اتفاقی که داره اونجا براتون میفته شاید اصلا قابل بررسی نباشه خب آخر همون هفته قبل یه اتفاقی افتاد که ما منتظر یه سیستمی بودیم به اسم گپ یا بریک اوت یا هر چیزی که حالا میتونیم اسمش رو بذاریم در یه فشاری در بازار خب چرا چون یک الگوی ام تی تشکیل دادیم که اومده کانال تبدیل به تریدینگ رنج شده و اونو چه تبدیل به پول بک کرده اینجا و داره با یه فشار به سمت بالا ببینید 138 واحد به سمت بالا میره و دوباره یه الگوی کوچولو میسازه و دوباره با یک گپ باز میشه البته که بچه ها اینجا دیگه معامله کردن خب یه مقدار غیر منطقیه میدونید چرا بازار باز شده جهتش مشخص نیست خیلی اتفاقات عجیب غریبی ممکنه بیفته در توی طول کار از این نظر که میگم عجیب غریبه و مشخص نیست که این موقع شب آدم وقت خوابه دیگه یک کنیم شبه شما هیچ چیز سر جاش نیست بعد میخوای معامله ام بکنی یه مقدار منطقی تر آدم باید کار بکنه خب بریم جلوتر بازار وارد یه الگوی مستطیلی میشه که این سقف کف ها به سمت دارن بالا میرن این داره سیگنال برای ما ایجاد میکنه یعنی این اینکه کندل های به سمت بالای ما قوی تر از کندل به سمت پایین ما هستن یا محدودیت تریدینگ رنج تو دل این وجود داره فقط من بازم یه نکته بگم من همه پوزیشن ها رو نمیام بگم نمیگم آقا از اینجا تا اینجا میتونی اسکر بکنی یا میتونی این پوزیشن از اینجا تا اینجا رو بگیری خب درسته که اینجا تا اینجا رو میتونی بگیری چون به مپ هفتگی داری برمیگردی یا مثلا تو دل این میتونی سوینگ بکنی یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا پوزیشن بگیری یا بری تو دل این کانال اینو این بال سمت بالا رو بگیری یا این یه تیکرم بگیری یا این اینو بگیری خب ولی خب من اینا رو نمیگم چون نمیخوام شما اسکل بکنید شما تای تاش باید برید برای سوینگیری اسکل واقعا براتون زوده نمیم با چه زبونی رو بگم بچه ها زوده واقعا اسکلپ کردن براتون به بهای از دست دادن اکانت تو نظری تموم بشه اسکلپ کردن اونم اسکلپ نه در حد چند داره در،, در چند کلم اوکیه من به نظرم میتونید انجام بدید در حد اینکه توی بوزیجه میگیره می یکی از بچه ها مثلا پنج دقیقه زودتر چیز میکنه یعنی تو دل, دل پنج دقیقه پوزیرش میبنده اوکی من میدونم این کار انجام شدنیه من انجامش میدم ولی نیاز به یه سطح بالایی از کنترل رو روانی داره و به این سادگی نمیتونید انجامش بدید شما پس شما هم لطفا رعایت کنید و فقط سوینگا رو بگیرید خب اینجا بازار توکیو باز میشه و طبق همون صحبتی که قبلا کرده بودیم دوباره سیگنال هایی میگردیم که این سیگنال رو داریم میگیریم از یه محدود تریدین جانیم خارج میشیم و میتونیم یه پوزیشن بزنیم و درسته که این تا ریوارد پنجم داده 336 تا واحد رفته ولی تیپی دو رو من دارم انجام میگم که زیاد بلند پروازی نکنیم تو همون تیپی دو پوزیشن بسته میشه مثلا 161 واحد به شما سود میده و دوباره وارد یه محدوده یه، چی میگن بهش فلگ میشه و اون فلگ بچا بازگشش به چیه اینم بهتون بگم این خط قرمزی که میبینید میبینید چیه این خط قرمزا اینا مپ هفتگیه که ما تو بحث ویدیو شما رو نوزه بهشون اشاره کردیم اینا خط اصلی هن اینا خط 2500 من این خط نقطه چین کوچیک‌تر اینا خط اصلی شنه. مثلا الان اگه کوچیک‌ترش بکنم ببینید که انتظار داریم به این سطوح واکنش نشان دهد یعنی این خط‌ها الان ایجاد نشده قبل از اینکه این بازار بخواد تشکیل بشه برای این هفته ایجاد شده قیمت بعد از اینکه اینو بریک میکنه ببینید داره مپ رو بریک میکنه و برمیگرده به همین صدر. یه پول که خیلی قشنگ بهش میزنه و یه سیگنال بار کیبار خوب میده و روی این سد شما یه تیک بالاتر از این قیمت هم یه تیک بیشتر از, بیشتر از یه تیک گرفتم چهارده تیک گرفتمش ولی خب یه فاصله باشه یه منطقی باشه یعنی نشون بده که این کندر کندر پرقدرتیه بریک میکنه و شما میتونید اینجا وارد پوزیشن بشی برای اینکه میدونی آقا این اسپایکه و وارد کانال داری میشی و نقطه ورود تیپی دو و نقطه استاپ تیم پشت میره و تا حالا مسافتی که برای کانال طی میکنه میتونه سود شما رو برسونه این سرفه هم سرفه ها که تو ویدیو ها میکردم خب کرونا هم ندارم اصلا توی این کانال شما میتونستی پوزیشن های دیگه ای بگیری مثلا اینجا وارد پوزیشن بشی اینجا وارد پوزیشن بشی، اینم, بشی اینم بشی و اینم بشی ولی خب اینا اسکل پاس که نمیخوایم بازم فقط نشونشون میدم که نگید نگفتی که چه اتفاقی میتونه بیفته مثلا اینجا خودش یه پوزیشن اسکل ببین خط قرمز رو میبینید کشیدم توی لایو شما احتمالا اینو کشیده بودی و توی اینجا شاید وارد میشدی میدونی چی میگم یعنی میگی این کانال و داره از کانال خارج میشه من باهاش بای بگیرم خب میره و تیپی دو نمیزنه برمیگرده حالا استاپت هم نزده ها خب ولی خب من اینو استاپ گذاشتم اینجا استاپ نزده بچا ولی من اینو است... چون دیگه اس ال میذاشتم واقعا میگفتن چرا اس ال نمیذاری خب بابا ببنی... نمیخوره پرچکشن من چیکار کنم <تص> وقتی که اس نمیخوره <تص> <تص> بعد از اینکه کانال تموم میشه ببینید این سایکل اصلی مونه اسپای کانال تریدینگ رنج وارد یه محدوده شدیم تریدینگ رنج خب شما توی اینجاها قرار نیست پوزیشن بگیری صبر میکنی محدود تریدینگ مشخص بشه بعد تو سقف سوم چهارم که برات ایجاد کرده کنه یکی دو تا سه تا چهار تا دیگه مشخصه آقا اینجا دیگه سقف تریدینگ رنجته اینجا میتونی یه پوزیشن بگیری برای رسیدن به کف تریدینگ رنج که میشه اینجا که حالا تی پی دوت اینجاست زودتر معاملات بسته میشه و دوباره میرسی به کف تریدینگ رنج یه معامله به سمت بالا یه تیپ دو دیگه بهت میده و اینجا میرسی به با باز شدن بازار نیویورک که تیپ های خاص خودش تو تحلیل زمانی داشت که بهتون گفتم و به سمت بالا میره و شما دوباره یه تیپ, تیپ دو میگیری بچا میدونم یعنی تیپ دو بیشتر داده تیپی خدا داده 872 دو تا رفته بالا من فقط چقدرشو گرفتم 166 تاشو دارم برای شما میگیرم و حالا اب نداره بچا ببینید یه سایکل اینجا وجود داشت مثل همین اون اسپایک کانال اینا نکنید اسپایک کانال تمام یعنی بچا چیزی فراتر از این نیست اینقدر پیچیده‌اش نکنید بازار رو پیچیده هست در عین سادگی پیچیده است یعنی شما باید تمیز ببینی ولی وقتی تمیز می‌بینی می‌بینی چه ساده است ولی خب به اون تمیز رسیدن یه مقدار کار سختیه تمیز دیدن کار سختیه خب توی کانال بعدی وارد میشیم یعنی تو شروع کانال وارد میشیم دوباره یه تیپی دو اینجا میگیریم که خب تا اینجا رفته کاش نداریم یه وارد دی تریدینگ رنج به شما میده و اینا من درست بکشمش خب حمله نهایی رو میکنه به سقف کانالتون و اینجا یه دونه پین بارو یه دونه کی بار. خب ببینید ها خیلی اینجا میان سریع خلاف جهت روند وارد میشن. خب من اینو اس ال گذاشتم. چون میدونم خیلی ها میگن آقا اسپای کانال تریدینگ دیگه، دیگه نمیره تریدینگ میشه. من اینو اس ال گذاشتم وقتی که به تی پی 2 رو نزده و اینجا احتمالاً اس ال میخوری شما. چون اینجا سریع میخوای به این دو تا کندل وارد بشی در صورتی که هیچچی هنوز بریک نکردی یا این خط کانال اولو بریک کردی و میگه خب نداره اینم اس ال. بعد میاد اینجا به کف کانال میرسه و دوباره رو سمت بالا میره و نقطه ورود تیپی پی دو 400 تا داده ولی خب 192 تا شو میگیریم چون بازم میگم هم پوازی ممنون خب دوباره کانال اسپای کانال تریدینگ رنج همین دوباره کانال بعدی وارد تریدین رنج میشه میریم برای روز بعدش یعنی سشن توکیو یه سقفی داریم اینجا که به سقف رسیده از اونجا میتونیم پوزیشنمون رو بگیریم با دیدن یک کیبار و گذاشتن استاپ پشتش اس میذاریم اینجا و تیپی دو میشه اینجا و به اون برمیگرده بچا ببینید بریک میکنه به سطوح مپ میرسه چیکار میکنه چهجوری چی خودشو میپرونه از سطوح مپ اینجا رو ببینید چه فشاری میاره که بپره یا اینجا رو ببینید چه فشاری میاره یا اینجا چه فشاری میاره پول بک میزنه به کجا بچه ببینیم با این دقت چقدر زیبا پول بک میزنه به این سطح و دوباره توی سشن لندن میاد بازار بریک میکنه و اینجا با یه سیگنال کیبار خوب شما میتونید وارد پوزیشن بشی و تیپی پی دو تو چند دقیقه بعد بگیری که البته تیپی بیشتری داده طبعا هزار واحد تیپی داده که خب ما 150 تاشو گفتیم بهتون که محکوم نشیم به بلند پروازی خب دوباره یه اسپا یه دونه میکرو کانال اینجا داده و سیگنال بار نقطه ورود بعدی تی دو دوباره یه میکرو کانال اینجا داده نقطه ورود خیلی سریع بوده حالا اشاره نکنم بهش بهتره دوباره یه پوزیشن اینجا بوده بچا یه پوزیشن اینجا بوده باید میگرفتیش اینو پوزیشن رو حالا یعنی میگیم نگرفتیش اب نداره این پوزیشن بعدی رو میگیری دوباره میکرو کانال و یه دونه تیپی دو و وارد محدوده تریدینگ تریدینگ چجوری میفهمیم پولبک های متوالی اینجا پول بک متوالی نداشتیم بچا اینجا پولبک متوالی داریم یکی دو تا ببینید اینجا پولبک بک متوالی هن. این یعنی که وارد محدوده تریدینگ رنج شدی فعلا و سایکل داره عملا تموم میشه به آخر سایکل میرسی اینو که میبینی باید بدونی که آقا این ای گپ اگزاسچن گپه، گپ خستگیه و نباید با بریک این هم دیگه به تو بازار ولی خب آقا میگیم فرس رو با این بریک هم پریدی تو بازار و اس ال خوردی، اوکی اسئل رو میخوری و یه معامله زرده میشه به سقف تریدین رنج میرسه بازار و شما این پوزیشن ورود میگیری یا تیپی دو تو بهت میده دوباره جا به کف تریدینگ رسیدی یه پوزیشن کیبار به داده و میتونستی تیپی دو تو بگیری و قیمت داره توی یه سایکلی به اسم مپ هفتگی جا با جا میشه ببینید اون مپ بالا رو نها کنید و این مپ پایین رو بر میگرده هم به بریک ایون قبلی یعنی به اول اسپایک قبلی هم به رسیدن به مپ هفتگی یه سیگنال بال کیبار میده و تمام به سمت بالا میره تیپی دو تو میده و یه ریوارد 280 وایدی برای شما ایجاد میکنه دوباره میرسه بچه نکنید کنید با چه, چه تا چه قشنگی میکنه یه دونه رو یه تا و برگشتش و سیگنال ورود تی پی دو دوباره تو همین روندی که داره شکل میگیره سیگنال ورود اینجا میگیریم تی پی دو خب بچه حالا یه م... میگی خب اگه رسیدیم اینجا به مفه هفتگی این کندل رو دیدیم چی میگم اوکی واردم شدی اب نداره یه اسل میخوری چیزی ازت کم نمیشه این همه تیپی خوردی حالا یه اسل هم بخور چیزی نمیشه که این یه نقطه ورود و اینم یه اس ال که اگه با این کندل بخواستی سری بپری تو بازار برمیگرده و با. البته خب اینجا داره سیگنال به تو میده که آقا بس دیگه بیا بیرون چون اینجا بس میکرو میاد وسط و اینجا به شما میگه که تو سود بیا بیرون اس ال نخور ولی خب آقا میگیم شما پایبند بودی و به معاملات پایبند موندی میره برای پوزیشن بعدی یه پول بک به سمت مپ هفتگی میزنه یه سیگنال بار رو کی که تبدیل به میکرو کانال هم شده یه تیک زیر قیمت میخرید و تی دو و دوباره برگشت به همون ساعت و تی دو به همین سادگی درسته الان اه, چون عیان شده شاید بگید چیزه در صورتی که نبچه ها این واقعا توی لایو هم همین شکلی هیچ فرق نداره ما داریم الان کندل به کندل با هم پیش میریم جاهایی که امکان داره شما ضرر بخوری هم داریم نشون میدیم ولی خب بچه ها اگر واقعا پرویسکشنی خیلی تاپ پیش برید اس ال نداره پرویسکشن بچه ها خب خیلی حرف جدیدی دارم بهتون میزنم ولی خب واقعا این شکلیه اگر ماشین تور به سبک پرسکشن 100 درصدش برید اس ال نمیخورید نمیتوانید اس بخورید اجازه بهتون نمیده ولی خب میگیم شما انسانی خطا انسانی داری اوکی حساب هم میخوری چیزی ازت کم نمیشه اینم داره بهت سود میده الان توی این روز یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا, تا هفت تا هشت تا نه تا ده تا یازده تا تیپی دو دو تا اس تو روز قبلی <تصفح> یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا تیپی دو دو تا اس که اسلام دیدیم خطر انسانی بود عملا خب توی این روزم شروع کردیم اسپ... کانال هامون رو میکشیم ببینید این چرخه رو اصلا ولش نمیکنیم اسپایک کانال تریدینگ رنج هر لحظه داره اتفاق میفته اسپایک کانال تریدینگ رنج داره اتفاق میفته فقط بعضی روزا وایت تریدینگ رنج بعضی روزا وایت تریدینگ رنج و بعضی روزا یه تریدینگ رنج خیلی کوچیک و ساده است تفاوتش توی وایت بودن و کوچیک بودن و بزرگ بودنشه هیچ فرق نمی‌کنه یا مثلا کانالامون بعضی روزا خیلی براد چنلن بعضی‌ها تایت چنلن یعنی خیلی کوچیک و سریان قدرت بیشتری دارن که همون بحث ویدیوی انواع کانال هاست توی این روز هم دوباره حمله کردیم به مپ هفتگی به محض اینکه می‌رسیم به مپ هفتگی یه الگو میسازیم این پایین و نقطه ورود به ما میده سیگنال کیبار به ما میده میتونیم تیپی دومونو بگیریم به محض اینکه تیپی دو میرسه واکنش برگشتی نشون میده و یه نقطه ورود به ما میده چرا چون داریم به یه کانال نزدیک این کانال رو ببینید از بالا کشیدیم به سقف کانال رسیدیم دیگه داره برمیگرده از کانال 80 درصد تلاش ها برای شکستن کانال شکست میخورند نکته ای که تو ویدیو ها وجود داشت نقطه ورود نقطه خروج حالا این همه بیشتر رفت پایین که دیگه کایش نداریم خب توی این نقطه خب میگیم بچا الان داشته بریک میکرده چون خیلی سر هم بدون پول بک داشته میرفته اینجا رو میگیم آقا فرض میگیریم داشته بریک میکرده و ما توی این نقطه برای بریک وارد شدیم و اینجا اس میخوردیم احتمالاً دوباره برمیگرده بس توی داخل کانال قبلی تریدینگ رنجمون پس میفهمیم اینجا کف کانال تریدینگ رنجمونه نقطه ورودمون با این کندل پر قدرت و حسابمون این پشت تیپی دور 2 رو بهمون میده و دوباره وارد یه محدوده یه تریدینگ رنج شدیم بریک از محطول تریدینگ رنج یه نقطه ورود دیگه و تی پی 2 رو بهمون میده دوباره خب ببینید بچا چرخه اسپایک کانال رنج هر لحظه داره ایجاد میشه ببینید اینجا هم گفتم ببینید تو دل این الان یه دونه اسپایک کانال تریدینگ رنج وجود داره یعنی تو دل یه دونه کانال خودش یه دونه اسپایک کانال تریدینگ رنج خب و اینجا هم به همین صورت ببینید یه اسپایک کانال کوچولو تریدینگ رنج داریم ببینید اسپایک که کانال ریز اینجا تریدینگش حالا یه نکته فقط بهتون میگم مثلا فکر نکنید حتما باید الان یه اسپاک بزنم یه کانال بزنم یه تریدینگ کانال میتونه در حد سه چهار تا کندل باشه تریدینگ تو میشه در حد سه تا کندل کلا سه تا پول بکه متوالی زدن باشه اون میشه تریدینگ قرار نیست یه تریدینگ باشه انقدر بره جلو تریدینگ بشه اون تلید، اصلا مقیاساش با هم مهم نیست ببینید الان اسپایک یه کانال کوچولو دو تا پولبک متوالی اینجا داده و اینجا داده تمام ببینید کل این میشه پولبک متوالی و بریکش از اون تریدینگ رنج تمام خب وقتی بریک میکنه نقطه ورودت اینجا باشه خب خیلی عریض شده اگه تیپی دو تا میز اگه نقطه ورود استاپت اینجا بود چرا تیپی دو تا میداد ولی اگه حساب بذاری این پشت اس ال میخوری که میگیم باشه فرض کنیم اینم هم اس ال. دوباره به محدوده تریدینگ رنج برگشته به کف مپ هفتگی برگشته و از مپ هفتگی به سمت بالا میره تیپی دو رو بهتون میده دو تا نقطه ورود یکیش اس ال خورده بخ... به دلیل اینکه این, این کندلا رو کوچولو اینجا این احتمالا میمده با شادو با اسپرد میزده حد ضررتون رو و از اونجا شما چیز میشدید خدایا با ضرر خارج می شدید و ولی با سیگنال دوم ورود شما میتونید اینجا وارد بشید و تیپی دو تا بگیری دوباره به این محدوده برمیگردیم هی hey, تلاش میکنه بهش کنه یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا تلاش میکنه نمیتونه و با یه سیگنال ریزشی قوی به سمت پایین میریزه که من اینم نگرفتم فعلا گفتم ولش کن دیگه اینم نگیریم بگیم بالا پروازیه. دوباره به مپ هفتگی برمیگرده اینجا یه دونه پین بار و سیگنال بار کیبار قوی بهمون میده و از اینجا میتونیم وارد بشیم و تیپی دومونو بگیریم دوباره در طی همین مسیر یک کانال تشکیل داده کف این کانال تیپی دومونو داده کف این کانال تیپی دومونو داده درسته میدونم همه اینا نقطه ورود بوده بازم اینجا نقطه ورود داشتیم میدونم نیازی نیست بهش تاکید کنید فقط من میدونم اینها رو خیلی بیشتر از اینا الان اینجا ما اوردر داریم یعنی شاید بگم چهار برابره این اوردرایی که من مشخص کردم روی این چهار اوردر میتونید شما بگیرید ولی خب رگباری قرار نیست شما معامله کنی چون جوابشو پس داده باری معامله کنی به جایی نمیرسی مخصوصا تو سالهای اول معامله کردید خب این محدوده تریدینجو بریک میکنه بر میگرده به همین ساعت سیگنال بار کی بار نقطه ورود بعدی حالا اگر اینجا به این دلیل که اینجا تریدین رنج بوده داشته خارج میشوده شما اینجا سل زده بودی احتمالاً نصاب میخوردی و اینم یه اس خب نقطه ورود بعدی و تیپی تو میده و وارد یه چرخه جدید میشی اسپای کانال تریدین رنج یه دونه اینجا تایت داری یه دونه کل این اسپای این کانالته و برای مراحل بعدی میری وارد پوزیشن میشی بچه ها حواستون هست میکرو کانال ها رو دیگه اینجا دیگه دقت دارید من زیاد رو تیپسا تاکید نمی کنم نمیام الان درس نمیدم بهتون من دارم فقط یه سری چیزا یاداوری میکنم بهتون درس ها رو باید تو ویدیوها ببینید ویدیوها خیلی کامله باید حداقل 4 5 بار ببینیدش مثلا بچه ها به پیام میدم یه من دفعه چهارم دارم میبینم یه نکته ای رو همینجوری در عرض چند ثانیه تو جمله گفتی من همون نکته رو راشم بعد از ویدیو چهارم فهمیدم رو همون دارم کار میکنم فقط رو همون یه دونه جمله دارم کار میکنم استراتژی رو, رو اون حرف چیدم معجزه نیست ویدیوها ولی خب چون انقدر حجمش زیاده من خیلی روش حجم مطالب زیادی گذاشتم شاید سر تیتر نذاشتم براشون مثلا به ازای یه چیزی که برای یه نفر دیگه سر تیتره من توی جمله چیزش کردم تمومش کردم ولی بقیه میرن انقدر روی دونه چیز خیلی ساده مانور میدن حجم مطالب مثلا میشه 200 ساعت خب چه کاری انقدر لفتش میدی یه چیزی که میخوای توضیح بدی رو خب اینجا اسپایک داشتیم محدوده کانال رو تریدین رنج رو تشکیل میده خب خود این داره یه تریدین رنج کانال بزرگ برای ما تشکیل میده که خود این تریدین رنج تبدیل به کف شده برای ما به این به این صورت ببینید اینجا ببینید یه تر تریدینش تشکیل داده که به خاطر این میگم تریدینش بچا پول بک های متوالی دقت کنید پول پایین پول بالا پول پایین پول بالا پول پایین بالا بالا پایین بالا پایین خب یعنی آقا چی یعنی اینکه تریدین رنج این این کانال تموم شده فعلا خب شروع میکنه به سمت بالا رفتن فعلا توی این محدوده شما تو دیدگاه اینکه تشکیل نشده ببینید این شکلیه دیدگاه دیده که این تریدین رنج یه سیگنال میگیری وارد میشی برای این سقف برای اینجا که حالا میاد و به وقتی به تیپی تو میرسه شروع میکنه بدون پول بک به سمت بالا رفتن این یعنی که آقا تیپی دو تو داره میده تیپی دو تو میده و سر تیپی دو وای میسته که حالا اگر شما میخواستی خلاف جهت روان معامله بکنی اینجا یه دونه اس ال می‌خوردی ببینید اکثر اسلامو چی بود اکثر اسلامو خلاف جهت روان بود در جهت روان شما معامله گر ضرردهی نخواهی بود پس لطفاً خلاف جهت روان معامله نکنید اسپایکو داریم کانال رو داریم تریدینگ رنج و میریم برای روز بعدی که روز بعدی دوباره تو محدوده تریدینگ رنجمون یه سیگنال م... پایین داریم میتونیم اون رو بگیریم چون از محدوده مپ هفتگی داره برمیگرده ببینید اینجا داره برمیگرده خب اگر بچا اینجا وارد شده بودید روی این نقطه یعنی اگه دیر وارد شده بودید ضرر می‌خوردید ببین من الان اینو اپتیموم پرایس وقتی دیر وارد میشی هم داری قوانین رو می‌ریزی به هم وقتی دیر وارد شد خود, خود دیر وارد شدن باعث میشه که شما یه ز... استابی بخوری که حقت نبوده پس این ریتی که دارم به شما میگم برای اپتیموم و شما باید هر روز خودت رو به این اپتیموم نزدیک بکنی مثلا توی این روز یکی دو تا سه تا چهار تا 5 6 هفت هشت نه ده دوازده دوازده تا تیپی دو بوده یکی دو تا سه و چار چار تا هم پنج تا پنج تا اسل بوده که ریواردمون دو بوده و اسلامون هم یه دونه ریوارد داشته خب میاد در شما تبدیلی با الگویی میشه اینجا الگوی وج میده و و بریک از الگوی تی دو تی دو مون ببینید بچا میفته دقیقاً دقیقا رو مپ هفتگی پس رسید به اینجا باید سری خارج بشید وای نسا نگاه کن خارج شو چیزی از دست نمیدی و اینکه دوباره اگه اینجا برای برگشت میخواستی پوزیشن بگیری که یه بلند پروازانه است ولی خب شما میگیریش معمولاً چون میدونن دوست داری خلاف جهت روان معامله بکنی چون خیلی جذاب این قضیه چون سود زیادی داره ولی ریسک کمی داره آماتورها خیلی دوست دارن خلاف جهت روان معامله بکنن اینجا اس میخوردی و دوباره سخف های بالاتر و کف های بالاتر ببینید بچه همزمان باید به همه را دقت کنید میگم من درس نمی‌دم الان توی این ویدیو ها دارم به شما یه سری نکات رو می‌کنم. میکنم برای یادآوری ها باید برید ویدیو ها رو ببینید خب اینجا دوباره بریک میکنه شما نقطه ورود بالای این کندل و دی پی دو دوباره وارد تریدینگ میشه یا بریک از تریدینگ دی پی دو و اسپایک در حد یک کندل کانال و پولبک های و برگشت از اون سطح خب میدونی یعنی اگه برم تایم یک دقیقه ای کل این بچه برای من یه سایکل کامل میشه خب پس بعد خیلی دیدگاهتون رو جامع تر بکنید کار ساده ای نیست معامله گری بازم تکرار میکنم کار ساده ای نیست معامله گری خب وارد یک اسپاکی دوباره میشیم که نقطه ورودمون اینجا تی دومون رو میگیریم توی اسباق. تو اسپاک تو اسپاک بچه تی پی های چار پنج راحت میشه گرفت ولی خب من تی پی دوها رو گرفتم با یه پول میده و یکی دو تا نقطه داریم و این میشه کانالتون به محض اینکه یعنی داره بریک میکنه یعنی آقا کانال داره یا تبدیل به براد چنل میشه یا داره تبدیل به تریدین رنج میشه که ببینیم می چه هم تبدیل به براد چنل شد هم یه وج دادیم پایین نکنید این یکی دو تا سه تا چهار تا. که خود اینا پوزیشن بودن ولی خب اینا رو نمیگیریم فعلا میگیم آقا رو آخری های این مثلا خاصی وارد بشی که اگه مثلا رو این وارد میشودی تیپی دو تو شاید نمیگرفتی اس ال میخوردی یا اگه تو این وارد میشودی تیپی دو تو نمیگرفتی اس ال میخوردی ولی رو این وارد میشودی تیپی دو تا گرفتی خیلی بیشتر از تیپی دو تو می گرفتی تیپی خدا می گرفتی ولی میگیم حالا فعلا تیپی دو رو داریم نشون میدیم فقط دوباره خود این کندل میشه نقطه ورود استاپ این پشت تیپی دو بعدی که کجاش خورده کجا رفته اینجا این تیپی دو بعدیه و دوباره میکرو کانالو و نقطه ورود بعدی که حالا تاکید نکنیم زیاد روش دوباره میکرو کانال و نقطه ورود بعدی و پول بک های متوالی ورود به سطح چی؟ تریدین رنج کانال هم در حد همین کندل ها تایت. تریدینج که می سازه شما تو یا ببین دو تا انتخاب داری یا تو تریدینج معامله کنی یا نکنی و اگه تو تریدینج بخوای معامله کنی باید پی اینو به مالی که خیلی ممکنه خلاجات تو پیش بره یعنی این خاصیت رنج که یه کندل زرد بزنه یه دونه سبز زرد سبز زرد سبز زرد سبز بعد تو تریدینج وقتی وارد شدی خلاجات روند رو رو درفت دیگه به همه چیز اک نمواد که تو تو تریدینج چند تا وجود داره از این قضیه یکی دو تا سه تا چهار تا و از همینجا برگشت روی بر... رو قبلی هم میتونستی بگیری روی این هم میتونستی بگیری روی خود این سطح پایین میشد وارد شد این نقطه ورود اینجا باشه و برای تیپی بالا رفت برای اون سطح بالا نقطه ورود اینو میبینید اینجاها باشه یا نقطه ورود پایین اینجا باشه و اینا هم یه سری نقاط ورود و خروجن که من می‌بینید نشونشون ندادم بچه ها. اصلا روی تاکیدی ندارم اصلا براتون نقطه ورود خروج اینجا مشخص نکردم در صورتی که اینجا کلی نقطه ورود خروجه ارزش هم عرض کمی نیست 300 واحد ارز داره و اینم تی پی 2 پوزیشن بالا و اینم هم... البته بخش اینجا اس ال می‌خوردید اگه برگشت از مپ می‌خواستید نشون بدید اس ال می‌خوردید من چون خیلی می‌خوام بعد بیانش بکنم دارم اینجوری حرف می‌زنم و دوباره برگشت سطح تی پی بالاتون و برگشتون به کف تل... تریدین رنج خب فکر کنم خیلی طولانی شد من موندم اینا رو چجوری بخوام تو کلوز فرند بگم بهتون این همه حرف زدن خب فقط تاکید کنم که بچه ها من اینو براتون آماده کردم ولی خب فکر نمی کنم بتونم روی همین ها بهتون سوال جواب بدم چون الان دیگه من باید برم برای آماده برای روز دوشنبه خودم چون کار خودم رو انجام بدم و خیلی ممنونم از اینکه لوس دارید به تو خیلی از پیاماتون خیلی لوس دارید عزیزید واقعا دوستتون دارم و اینکه همین دیگه زیاد زیاده گویی نکنم مواظب خودتون باشید و ارادت من خدا نگهتون